خب مقاله 25 رو ادامه میدیم. میبخشید این ویدیوی قبلی رو دورور هم ذره شلوغ بود، میومدن و میرفتن، بعد ما هم طرز ترجمه کردنمون قاطی شده بود و انتقاد کردن، گفتم منتقد کردن، آره خلاصه واسه ببخشید. بذارید این پاراگرافی که با این سلغت All Violent Policy که خوندم توی ویدیو قبلی، این اشاره میکنه به دو تا اتفاقی که همون سال یا چند ماه قبل توی پنسیلوانیا و ماساچوست اتفاق افتاده بود. یادتون باشه یکی از دلایل مهمی که این بنیانگذارای آمریکا یا حداقل اونایی که دورور کنوانسیون فیلادلفیا شرکت کردن، دلیلش این بود که اون مسئله شیزز ربلیون، اون شورش گروهی که با به سرکردگی دانیل شیز پاشدن و بدهکار بودن و میگفتن که به حق نیست که شما ما رو مجبور میکنید الان بعد از این جنگ انقلابی که ما برگشتیم و شرایط اقتصادی بده و اینا، شما ما رو مجبور بکنید که ما تمام بدهیامون رو بدیم، از طرف دیگه تمام بدهیامون رو شما میخواید ما با طلا و نقره بدیم، نمیذارید با این اسکناسای ایالتی و کنتینانتال بدیم. چون یادتون باشه این اسکناسا هر ایالتی شروع کرده بود کلی پول چاپ کردن، بعد تمام ارزش پول رفته بود. این کشاورزان شرایطشون خیلی بد شده بود، بدهکاراشون میومدن میگفتن شما واسه بدهیتون رو به طلا و نقره بدید، نه به اون اسکناسایی که یه زمانی خریدید و باش بده بستون کردید. به خاطر این شورش اتفاق افتاد و بالاخره همینجوری که اینجا داره میگه خود مردم ماساچوست یا بالاخره پولدارای از مردم ماساچوست خودشون یه ارتشی را انداختن که جلوی این شورش رو بگیرن تا باقی سربازای کنفدراسیون برسه. میگه اگه اون مردم ماساچوست خودشون یه ارتش رو را نمینداختن که خدا میدونه چی میشد این شورش دانیل شیز به کجا میرسید. پس میگه شما که دارید از ما انتقاد میکنید، میگید ما نبایستین یه ارتش کوچولو داشته باشیم، حواستون باشه که شورش های شبیه این دانیل شیز و یا اون شورش کوچیکی که توی پنسیلوانیا اتفاق افتاده بود میشه و شما نمیخواید کاری بکنید که یه دفعه‌ای کارمون به قهقرا بکشه. یعنی حتی یه ارتش کوچولو نداشته باشیم که جلوی اینا رو بگیره، یه دفعه دیدید کار واقعا حسابی به نابودی ایالتا بکشه. اگه جلوی جریان اول نگیریم، جلوی شورش اول نگیریم، زود نگیریم، از کجا معلوم که پخش بشه و شبیه سرطان بزنه به تمام بدن. پس سرطان رو همونجا جلوشو بگیریم. من این تقریبا با این شورشا با حالت سرطان نگاه میکنه دقل مقاله رو که مینویسه. پاراگراف آخر رو بخونم. It was a fundamental maxim of the Lacedaemonian Commonwealth that the post of admiral should not be conferred twice on the same person. این سمت آدمیرالی رو این لاسدمونیان دو دفعه به یه نفر نمیدادن. The Peloponnesian Confederates, having suffered a severe defeat at sea from the Athenians, demanded Lysander, who had before served with success in that capacity, in command the
to command the combined fleets. The Lacedaemonians, to gratify their allies and yet preserve the semblance of an adherence to their ancient institutions, had recourse to the flimsy subterfuge of investing Lysander with the real power of admiral under the nominal title of vice-admiral. This instant is selected from among a multitude that might be cited to confirm the truth already advanced and illustrated by domestic examples, which is that nations pay little regard to rules and maxims calculated in their very nature to run counter to the necessities of societies. میگه توی یونان قدیم این کنفدراسیون های مختلف بعض وقتا می اومدن یه دستور عملی، یه قانونی می نوشتن که فلانی نباید این دو مرتبه پشت سر هم آدمیرال باشه، فلانی نمیدونم اینجوری باید این جنرال بشه، اجازه داده بشه این طرف جنرال بشه. میگه ولی به محض اینکه کار به جنگ کشید و موقعیت اضطراری، اینا مجبور شدن که از جام واقعیت بنوشن، یعنی دوزاریشون بیفته که نمیتونی توی همینجوری تو تئوری و خیالی حرفی بزنی و فکر بکنی که توی زمان جنگ مجبور نشی که واقعیت رو نگاه بکنی. Wise politicians will be cautious about fettering the government with restrictions that cannot be observed. سیاستمدارای دانا هیچ وقت از دولت چیزی رو که نمیتونه بکنه، مخصوصا در موارد ضروری، تقاضا نمی کنن. شرط نمیذارن که شما فقط باید از این قاعده و قانون پیروی بکنید، چون یه سیاستمدار دانا میدونه که یه وقتی ضروری میشه که یه کارهای جدیدی بکنی، یه طرز فکر جدیدی نسبت به چیزی داشته باشی. به خاطر اون میگه شما هم که از ما انتقاد میکنید که چرا ما تو قانون اساسی گفتیم یه نیروی ارتشی حداقل کوچولو باید داشته باشیم، شما هم فکر روزهای اضطراری و روز مبادا رو نمی کنید. برای چی؟ برای اینکه because they know that every breach of the fundamental law، هر دفعه که قانون اساسی رو بشکنی، روش لگد بذاری، دیوار یا سد قانون اساسی رو شکافش بدی، یعنی بخوای پاتو از قانون اساسی، پاتو از محیطی که قانون اساسی برات کشیده بیرون بذاری، though dictated by necessity impairs that sacred reverence which ought to be maintained in the breast of rulers towards the constitution of a country and forms a precedent for other breaches where the same plea of necessity does not exist at all or is less urgent and palpable. ببینید این precedent نه president نیست. این منظورش اینه که برای چی سیاست مدارا و دولت مردارا دانا فکر عاقبت رو میکنن و یه طوری
یه سد بی خودی جلوی روند درسته. موارد نمی بندن چون یه وقتایی ضروری میشه که شما یه کارایی رو بکنید برای اینکه جامعتون امن باشه، و اگه قانون اساسی رو طوری بنویسی که فکر اون موارد ضروری رو نکنی، طرف که دولت مرده مجبوره برای حفظ جون و مال شما هر دفعه پا روی یه دونه این بندای قانون اساسی بذاره و قانون شکنی بکنه، و این یه کار خوبی نیست که ما مجبور بکنیم که کسایی که دولت دستشونه دارن برای ما کار میکنن هر دفعه ضروری شد قانون اساسی رو بشکنن. بیایید قانون اساسی رو طوری بنویسیم که مجبور نباشه که هر چند وقت بهش بی احترامی بشه، قانون شکنی بشه، چون اون وقت یه مثال بدی میشه برای آیندگان.